منم قرآن کلام حق، چرا من را نمیخوانی؟ چرا غافل ز من هستی؟ زین للناس حب الشهوات. در حقیقت اگر انداز قرآن را بنگری، در اینجا یک نوی تعلیل است عزیز دلم، یک نوی تعلیل است. تعلیل به این معنا که همین کافر بیچاره چرا دیدی درون دل ندارد؟ چرا با قرآن در نبرد است؟ چرا داشته های قرآن را به حیث یک موضوع سعادت بخش نمیپذیرد؟ دلیل چی باشد؟ اید زوین للناس، بدون شک به دلیلی که زینت داده شده، صیغه را مجهول آورد، اسباب مزین زیاد است، شیطان لعین است، نفس اماره است، هوا و هوس، اندیوار ناباب، محیط ناباب، اجتماع ناباب، امکلاس ناباب، خوارخونده ناباب، برادرخونده ناباب، اسبابی که فساد و شهوت را مزین جلوه دهد خیلی زیاد است. زین للناس، للناس علیه کام اهلی است، استقراقی است، الکلمت و لفظن، معناش ملتای کفری است، حب و شهوات، دوستی خواهشات نفسانی. چی باشه شهوات؟ من النساء که بارت از زنان است، و الخیل المسومه، از پای حسان، اسب نشانداری که از نظر تجربه مقبول است، و الانعام باقی چارپایان، اسب را در تنهایی ذکر کرد. عفو میخوام، چرا؟ چی شد؟ من الان جوانی سپیش آمد، من النسای و البنین، که او شهوات عبارت از خواهشات متعلق به زنان است، و البنین خواهشات به داشتن اولاد بیشمار، و القناطر المقنطره، قناطر المقنطره ادبی معنا بود، الاموال الكثيره، الاموال الكثيره، القناطر المقنطره، مال بالای مال، مال انبار شده، اموال بیشمار، من الذهب والفضه، که وی عبارت از طلا و نقره است، الخيل المسومه، اسبهای جلیل و حسان است، والانعام عامه چارپایان، و الحرس زمینی که برای زراعت آماده شده است. ذلک متاع الحیات الدنیا، در حالی که این زندگی دنیا هست. والله عنده حسن المآب، به نزد الله بهترین مآب مرجع و جای ثواب است. خلاصه جناب شاگردان عزیزم، باز هم تخصصی، لا یمکن معرفت مسئلت ما، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزگار قیامت کسی را مال و اولاد بسودش نیست، مگر آن که دلش سلیم از کفر و شرک بوده باشد، توحید حاکم بوده باشد. اما در اینجا زنانه را در یک ردیف رد کرد، بچه ها را رد کرد، طلا و نقره را رد کرد، اسب را رد کرد، چارپای را رد کرد، زمینداری را رد کرد، در حالی که بدون ازیار زندگی ممکن نیست. من و شما میار کل ما زمانه داریم، اولاد داریم، اسب و نشان جهاد است تا روز قیامت، زمینداری نباشد خوردن نیست. لذا معناش این است عزیز دلم که ما این قدر مشترک بشریت از زن و اهل و اولاد، همه کس خود پیامبرم داشت، صحابم داشت، اما تخصصی ایست. زین للناس، دا عمق دل کفار داخل کرده شده، مزین و زیبا، حب و شهوات، حب اینمی چیزاره، چنان آردسکشان از محبت زن و فرزند و طلا و زمین مملو است که برای محبت قرآن کریم دیگر بصیرت و بینایی در دل ندارند. اگر مسلمانانی که در دل بصیرت قرآن دارند، در ظاهر زن و فرزند دارند، از این استفاده های دینی می کنند، او از این بیرون است. نظر به آیات دیگر و نصوص دیگر، همیشه مطلب به شکل علمی بگی عزیز دلم. البته حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه، قبل از حافظ ابن کثیر، قول امام قرطبی رحمت الله علیه را خدمت عرض می کنم. میگه در این تمثیل فائده چیست؟ میگه فائده این تمثیل ایست که
الجنة لا تنال الا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. انسان بجنت رسیدن نمیتواند مگر این که خواهشات نفس برخلاف قرآن و حدیث را ترک کنند، مگر این که مانند کودک که از حب شیر مادر جدا می شود و را فطام میگن. نفس انسانی را از محبت دنیا باید چی شود؟ جدا شود، مانند کودک که از شیر مادر جدا می شود. تا امید دو کار نشود به جنت رسیدن امکان ندارد. امام قرطبی فایده از این تمثیل همین را می داند. شیخ الاسلام حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه، امام تاریخ و امام حدیث، می فرماید فبدا بالنساء. نخستین چیزی که مانع رسیدن به بینایی قرآنی است زنانه بوده. اینجاست که دشمن مستشرقین بر علیه قرآن را اعتراض دارد، میگه قرآن زن ستیز، اسلام زن ستیز و علمای زن ستیز که بازن دشمنی دارند. جناب شیخ الاسلام ابن کثیر می فرماید آغاز مشکل از زنانه شروع شد. چرا؟ لأن الفتنة بهن أشد. یگانه وسیله‌ای که در تاریخ، در امتداد کهن از تاریخ، بیشترین موارد وسیله گمراهی انسانها شده در صفوف مختلف، او همان زنانه است. البته این توهین نیست. مثلا یک نفر با زن مشاجره کند، بگاران بشی، تو هستی که سبب فتنه هستی. این تفسیر نیست، این معناش نیست، معنا چنین نیست. نگاه کن معنا را. رسول صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح ثابت است می فرماید ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء. ما ترکت بعدی، بعد از من نگذاشتم فتنتن اضر علی الرجال، فتنه ای که مضرتر بوده باشد، زیان آور باشد به مردان. من النساء، از زنان. در جامعه خود ما نگاه میکنیم، در جامعه خود ما، خواهران و مادران امت اسلامی، نه به الله اعتراض کنه، به قرآن. خواهر منی، تاج سر منی، عزت و شرافت جامعه منی، مدبر وزیر امور خانواده ها هستی، لیکن حدیث رسولتان را نگاه بکنید. وقتی که با زنانه کسای جفت می شوند، به دو مقصد تقسیم می شود. صدای تمیشنون به چند مقصد؟ مقصد از جفت شدن، از آدرس نکاح شرعی، اعفاف و پاکدامنی است، کثرت اولاد صالح است. این امر مطلوب، نه تنها مطلوب، مرغوب، نه تنها مرغوب، بلکه مندوب در نظام اسلامی است. یعنی هدف از ازدواج، هدف از جفت شدن، هدف از راز خانگی را با زن انجام دادن، بعد از عقد نکاح و ایجاب و قبول گفتنی، بعد هدفم ایست که من پاکدامن تربیت شوم، این خانم پاکدامن تربیت شود، اولاد نیکو و صالح از ما محصولی بوده باشد، ایشان علوم و داشتهای دین را فرا بگیرند، متخصصان علوم دین باشند، به ملت و وطنشان خدمت کنند. این فتنه نیست، نه تنها فتنه نیست، امر مطلوب الهی است. نه تنها مطلوب است، این فرمان شما مطلوب معرفی کرده، بلکه تشویق شده این، مرغوب است، تشویق شده این. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. نگاه بکنن. و در عین حال امر مندوب است. از این لحاظ این بحث را از این بودش قیاس میکنیم به داشته های دنیا. دنیا و قوانین وضعی میگن، به قوانین وضعی میگن که اگر کسی با کسی بلا قید نکاح رمز خاص را انجام میدهد، به تعبیر خودشان نو پرابلم، هیچ پرابلم و مشکلی ندارد. چی مشکل داره؟ چی مشکل داره؟ هیچ. امان است که باعث مرض HIV و تا این روز سال 10-12 انسان به تکام بکام مرد میبرد. یک بحث دواز و ما میگیم نه. دوم، ایشان این تو برداشت دارن،
تا 40 سالگی و 50 سالگی و 35 سالگی هر کی با هر کسی بایترین و گرترین آیاران و عاشقانه اند و بعد از این سن و سال یک را انتخاب می کنند. باز هم پرسان است که excuse me are you married؟ میگه میشه ممکن است موی لطن که تو ازدواج کرده بودو؟ میگه یس ما بله که ازدواج کردیم. چند تا بچه داری؟ میگه چند تا میداشته باشه آدم؟ ون یک تا دو تا و سه تا چی بودت میخواد؟ رمضاری خویست با یک دانه طفل که به این سن و سال به دست آورد، بعد از آن با عرض معذرت با عفت کلام با کل مادران و خواهران با ازدگام و قیل کار گرفته می شود. بعد از آن دیگه اولاد نمی خواهند، بعد از آن اولاد نمی خواهند. این داشته از یاست، ولی داشته دین چیست؟ داشته دین عقد نکاح محور است و بعد از عقد نکاح تصمیم عفت و پاکدامنی محور است. هیچ مرد را اجازه نیست که با زن کسی رابطه گیرد، زن را اجازه نیست که با مرد کسی رابطه گیرد. اما دنیا میگه اگر بر رضایت باشه نوح را برام، اگر کسی مانع شود خشونت از خشونت و طلب کسرت اولاد در حد ضرورت که به زن مزاحمت و مشکل سیه و غیره نباشد، این بدون شکی هم از جمله امر مطلوب است. اما دنیا میگه که چون خاندان هی زندگی آسان هی، ما میگم بڑا خاندان هی زندگی آسان هی. خانواده کلام روش، من فکر میکنم که تبلت چهارم یا پنجم مادر عزیزم هستم، خودم میگم اگر نعوذ بالله ثم نعوذ بالله وضعیت کفری در خانواده ما حاکم بود، پدرم یک تا پسر میداشت، من نبودم، من که نبودم هیچ کاری برای والدین و امت اسلامی از من صادر نمیشد. معلوم شد که بڑا خاندان هی زندگی آسان هی، نه اینکه چوب خاندان هی. پس از این خاطر خدمت عرض میکنم دوستای عزیزم، میگم یک بخش قضیه همیست، از این بخش جامعه مرکب از زن و مرد نه تنها یک جامعه خیلی بالا، بلکه امر مطلوب جامعه سالم صحتمند آرام آسوده و یک جامعه کاملا با تومنیه زندگی کردن. بخش دومی رمز خاص مرد و زن از آدرس غیر مشروع شروع می شود. از آدرس غیر مشروع عفت مراد نیست، اولاد مراد نیست. بگو که از این کلا فتنه بزرگ در تاریخ امروزی دیگه هست صدای گرم تنشنام بلند تو صدای از این کلا فتنه بزرگ دیگه نیست. ما ترکت و بعد فتنه تن اوضع على رجال من النساء. یک بخش قضیه نگی صالحات و قانتات و حافظات و دلنی، اینا کلشان تو تعریف و ستایش از زن در قرآن نیست. از زن در قرآن ستایش شده و آن که قابل ستایش از ستایش شده، آن که قابل نیکوهش از نیکوهش شده. در قرآن حکومت ضابطه است نه رابطه. از این خاطر خدمت عرض می کنم آنچه که دشمن در محبت درون دل بزن بینایی دلش گرفته و قرآن باور من نیست، قرآن زن است. اما زنی که نه نکاح می طلبد، نه عفت می طلبد، نه هم اولاد می طلبد و جز از خوشگذرانی مطلب دیگر دیده نمی شود. من این خاطر میگم که قرن 21 است. وقتی که هر فتا در ترجمه دشمن می شود حدیث ما ترکت و فتنه بعدی فتنتن اضر علی رجال من النساء، بدون از اینکه تحقیق کرده باشم میگه از رسول نیست. اگر باشم نمیپذیرم رسولی را که همچون قضیه را گفته باشم. این رقم قصه است. الله رحم کنه. دشمن خیلی خطرناک است و این ملت به زبان زیا خود آشنا کردن خیلی سنگین است. سر قضایا عمیق بیندیش عزیز دلم. جناب سعدی میفرماید که در ارتباط به خوب بگی ایشان داشتن و بسارت قرآنی نیامدن بصیرت نگرفتن تنها اینمی چیز نیست، غیر از این دیگه هم است. غیر از این خوب ریاست است، غیر از این حسادت و کفز و عداوت است، مثل که گفتم اندیوار ناباز است، اجتماع ناسالیم. پس دلیل اختصاص اینمی چیزا چی است؟ دلیل اختصاص اعتراض به الله نیست. اگر کلامی بنده بود چنین اعتراض می بود و خص هذه الامور المذکوره خاصه هذه الامور المذكوره. الله رب العزت چند تا چیز در اختصاص داد، لانها اعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها. بالاترین اسباب خوشگذرانی در جهان اینمیست، صادقانه امیست.
وقتی که عروسی میشن مسابقه زن و طلا و کالاست. اینا بگیر و این نرفتن که یک توی و عروسی است، فقط نشان دادن است. از من رنجن خواهران ما، لباس و طلایی که باید در شیرینی خوری است در لفظگیری است در شیرینی خوری نباشن، آن که در شیرینی خوری است در عروسی کلام نباشن، آن که در عروسی است باید در تخت جمی نباشن. در مبارکی چرا مردم خود دیدونه؟ فقط او را که دید اگر دوباره بود موشی کفر با واقع هست در شریعت اسلام. بیچاره با خشونت سلو میشه بین زن و شوهر. یک شوهر با داشتن دو تا پل امرای من مشوره کرد که من زن طلاق میکنم. و چرا؟ کنتی خفیش داره ایکی اینیس خالیش توی کرده، اینیس شمیش توی کرده، کارا و خرده میرسیم براده در خانی زن از دیگه کرده شیر بزیم. گفتم که همون دعوت که خرده دیگه نمیشه کنم. نه، او خرم شد، او منسوخ شد. یک دوره دیزه شد دیگه منسوخ اعلام بشه. عمل با اون آجایی دست. پس که من آموزی طلاق کنم باز نه زاری مزیدت کردم بطور نهیدی باب نمیشن. بگو برادر خیلی شده باری تو خوزیان هست مگر مشکل اقتصادی من یک گفت هست. اگر اون مطالب طلاق شده بکنم که بی درست هست. اما شکری الله که ما طلاق نکرد. الله رب العالمین رحم کنه. شما ملت ها خود اطراف به خلق نمی فهمید. ملت های اطرافی شش مرد در خانون شکلی باز میارد. اگر خوش شما آمد یک سال. اگر نشد آموزن عثمانی رضا تابستان، تابستانی رضا مصر استفاده نکنن. چاره با که اونو گزاره با تو گزاره طلاق از من. بس تا قضا طلاق. یک گزاره میکنه دیگه چاره چیست؟ گزاره کنه دیگه چاره چیست؟ اما در این وطن او گفت نمیشه. موسم بهار دیگه است، موسم زمستان دیگه است، هر موسم ازدواجش دیگه است. ماشاءالله سال دکاندار هم تیز. دیگه به این خاطر خدمتتان عرض میکنم که آنچه مشکل است در این وطن اسباب خوشگذرانی را برد. گفتم زن طلا کالا مسابقهش در کجاست؟ مسابقه در کجاست؟ با در مرده خانه هم که میره از قسمت از این آرایش میره. این فرهنگ نیست در این وطن. باز هر کس گریان به خودم میکنند. یک بابا داشته من را به بزرگواری گوشت. زن که میگه شوهرش مرد گریان میکنه او را میتونی بچه این من گفتم نه. گفت گریان شیر مردگی را نمیکنه. گریان از این داره که دیگه نصیب مکیست. آیا مختلف ما برابر است یا نیست؟ الله رب العزت رحم کنه. از ما با خوبان کاری نیست. زنانه دیوار سر ما حمله نکنن. بس بر سر قضایه ایست که عجیب است. ما یک قضیه از خیشان ما او کسی شهید شد نه. هر کسی زنگ میزنه داماد امین بود. میگه که جگر خونی در کجاست؟ دخترک های ازی چی میشه؟ بچگه که ازی چی میشه؟ آخر میگردی خانم اومد گفتون به میلیازی الله همیگه می خود ازی را هیچ کس نخون. یعنی خود ازی چرا تو ناحقنی کار کردی مرد بی ظالم؟ هیچ کس در هم ازی مردگی نیست. این تفلک ازی چی میشه؟ کلی در حال تفلک های ازی گریان میکرد میگه این تفلک و زنده دو چرا گریان داری؟ الله رب العالمین رحم کنه. خواه باز دیگه چاره نیست چی کار کنیم؟ اسبابی که بیشتر انسان را به بیراه میبرد اینه نیست. قل اعوذ بربكم من شر ما خلق. الله رب العزت گفت به رسول گرامی صلی الله علیه و سلم آیا گزارش دهم شما را به خیر من ذلك و بهتر از این شما را و بهتر از این شما را از این طلا ها از این اسباب و وسایل آل دجای اسب و شد خروزینک و وسایل پیش رفتن. یک کسی سود گرفت قرضدار شد با تباه و برباد شد. برادرش گفت میفهمی اندیوار رو چی کردم؟ گفتم نمیتونی تو کار کردم. گفت بایی تو وضعیت هست که نه در توی میره نه در مرده. گفتم چرا در توی مرده نمیره؟ گفت قبل از این در موتر دوازار و چند میره؟ حال یا در تکسی بره یا در موتر دیگه کس میگه بیتر همیز که این نمیره؟ بیتر همیز که این نمیره؟ من در موتر شخصی دوازار و چند در مرده و توی میره تو در موتر مردم برم؟ الله رب العزت رحم کنه. للذین اتقوا عند ربهم دانانی که پرهیز کردن از خواب این چیزها در نزد ربشان مشرف و وسیلت ایمان شدن جنات تجری من تحت الانهار جنت هاست دوان سیدی در درختان شار نر خالدین فیها میشستن در امون جنات و ازواج مطهره زنان پاکیزه از حیض و نفاس و رضوان من الله اعلام رضایت الله رب العزت اعلام رضایت رب العزت رضایت خود اعلام میکنه الله بصیر بالعباد الله رب العالمین بنا به بندگان خود است. بدا سبحانه و تعالی فی هذه الآیه سید محمود آلوسی رحمت الله علیه می فرماید بدا سبحانه فی هذه الآیه
آغاز کار الله در این آیه چیست؟ اولا به ذکر المقر و هو الجنات. اولین چیز امیر برس بیان کرد که تو کجا هستی. بابا هم میگفت الله رب العزت همه والدین بابا خسر خوشوی ما را جنت فردوس نصیبش کرد، خصوصا والدم را. میگفتن که بچه اول فی خانه بعد از زوکی، اول خانه بعد از زن و کاشانه. دیگه الله رب العزت سعید تو اولین چیزی را که در جنت بیان میکنه جنت چی؟ در قیامت جنت و مقر است. ثم تنع بذکر ما یحصل به الانس التام. بعد از آن ذکر میکنه آنچه که انسان کاملا به او اندیوالی داره، اندیوالی جدا نشدنی، اندیوالی با وفا، اندیوالی زیبا، اندیوالی قشنگ. و هو الازواج المطهره، او عبارت از خانم زیباست. قبلا گفتیم فتنه هست، فتنه به اهل فتنه فتنه هست، اما زن یار ابدی. تو خبر هستی در این دنیا در اون دنیا به شرطی که ایمان برده باشد، ایمان ای یار ابدی ابدی توس، ابدی ابد الابا اندیوالی توس. دوم فقط زن میارده اینجا. ثم خلد بذکر ما هو الاکسیر الاعظم. سبحان الله. بعد از آن میگن سوم مرحله چیزی را ذکر میکنه، یک نور بزرگ، یک روح درون دل، و هو رضا الله عز و جل، که عبارت از رضامندی الله رب العزت است. نز ما طرف تگوین نقطه های سید محمود آروسی مرا به یک دنیای دیگر انتقال داد. یک انسان در دنیا اولین آرمانش خانه است، بعد از آن زن، بعد از آن زن با لوازمش است، بعد از او رضایت رئیس جمهور از این که هر وظیفه‌ای را خواسته باشه برش باشد. فکر میکنم بعد از این سه اگر مرگ میطلبد، به قول بابا هم در جوزا و اسد در میان شالی ملت کندز پایلوی درآید. در غیر از او دیگه چی میخواهید؟ در غیر از او دیگه چی میخواهید؟ الله رب العزت رحم کنه. در قیامت وقتی کسایی که بصیرت دل دارن از موارد فتنه خود حفاظت کردن، از فتنه سروت و قدرت و مال و شهوت از همه تصمیم قاطع و جدی گرفتن، در قیامت الله رب العزت سه چیز برش آماده کرده، از همین اون خبر کرده. مقر بهترین ساختمان قشنگ و زیبا، یک افریدی اندیوان داشتون ملک بود، او یک تلفظ داشت میگو ریموت کنترول، ریموت کنترول میگو. پس آمد و سر از اینکه او خانه خودش ریموتکی باشه، دروازش به ریموت باز شود، آمدی باز شود پرده ها، وقتی راحت میکردی پرده پایان شود، وقتی میخواستی بلند شوی بالا شود، همه چیز پریسایز است. شیشته بودی نیوا بانو چیز بیاید، استاده بودی به انداز بیاید، و هر چیزی را تمنا کنی و لکن فی هوا تشتهی انفس. بابی میگفت برنده در هوا میگه همی بریان شده که بخورم همون میاید. پس اگر همی تو یک خانه بوده باشد، بعد از این انس دائمی ولد این خانه فهم چیز هست، مگر مزی زندگی زن و دندان بود، به زن و دندان زندگی زندان بود. این زن خونه زن چی تو کنیم؟ الله گفت که امون ازواج دم هست، امون ازواج متحره خود هست که خود است، اما زنانه دنیا هم هست. مگر متاسفانه فرهنگ یهود سر این آیت هم اعتراض دارد، میگه اوجه که به مردا هور است، به زنا چیست؟ زنانه چنانچه که در دنیا یک شوهر دارد، در آخرت چند تا دارد؟ یک. دو مسئله است که انباغداری رو ایجا فکر میکنند، و نزعنا ما فی صدورهم من غل، آنچه در دل که وسیله انباغداری بود او اپریشن عملیات شده، این چیزی باقی نمونده. اما تو خانه ها که هر کس باشد، شوهر هم هر لحظه در خدمت دیگه، او چی مشکل داره؟ دنیا را به آخرت قیاس نکو، انباغداری با هور از این عظمی حکم شروع نکو، وگرنه البه از پیش ناراض میشه، خدای نکرده همی شوهرم از دستت نره. دیگه از این خاطر عزیز دلم، دیگه این اعتراضات او درم بیاندازین. بعد از این که خانم هم برد داله شد، همین یک خانه قشنگ و از آدرس الله اعلام شود که والدوام من الله،
خالق زمین و آسمان از تو راضی شدن، دلیل رضایت چمی خانه و زمانه است که تو دارن، عبدالآباد یک سری سوزن دیگه الله از تو ناراض نمیشن. کیست که جنت میطلبد؟ دستش رو بلند کن. اگر خفه نمیشین چندان صداقت در این ارتفاع عینی نمیبینم، زیرا اسباب کار دارد. زیرا چی کار دارد؟ اسبابش آماده نیستیم عزیزان من، اسباب کار دارد و اسباب آماده نیستیم. کیا هستی بنده ها؟ بنده های کلا و ایشان به قلبی ناس الذین یقولون ربنا. سبحان الله، یکان وقت گفته بودم که نکتر و بیان تذکر ذنبا کبیرا فعلته و بهدر بالاستغفار منه. پیام بگیم، تذکر ذنبا کبیرا فعلته، بیاور گناه کبیره ای که انجام داده ای، کسی را غیبت کردی، کسی را بهتان کردی و یا دروغ گفتی، مالی کسی را خوردی، خلاصه یک گناه کردی که کبیره باشد. وقتی که گناه بیاورش آمد و بعد بل استغفار منه، اجالتا استغفار کن. چرا؟ چرا؟ دلیل این مطلب از کجا گرفتی؟ فأخذهم الله بذنوبهم. از قصه حصه باید گرفت، زیرا اگر گناه را توبه نمی کنی الله در مقابل گناه از تو چی می گیرد؟ انتقام. ارسل رسالتا، یک چیزی نوشته بکو، به زملا و اندیوال روان بکو، تذکر کیها ان العاقبت فی نهایت المعرکه للمتقی. بس این رساله را در صفحه ها سرازیر کن، در وقصفحه ها که برادرم زما خوش قرور او برادر شیرینم، در دعوت و مبارزه، در پیشبرد فرهنگ تعالیم اسلامی برای شکست فرهنگ سرخ و زرد امروزی مطمئن باشه. این معلوم شدن، این شهادت دادن و این بیخانه شدن ها یک عاقبت دارد. چیز سرانجام کار از آن من و شماست. این را سرازیر کو، از کجا سرازیر می کنی؟ قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و انت تستمتعوا بملذات الدنيا المباحه و انت تستمتعوا بملذات الدنيا المباحه. تو حق داری از لذت دنیا استفاده کنی، اما مباحه باشد. سل الله الا يتعلق قلبك بها، ولأذلنا بخواه که قلبت به ایشان گرویده نشود. از دنیا استفاده بکو، مگم تلاشو که دنیا درون دل چی نگیره، جا نگیره. عارفان چی میگن؟ آوان در زیر کشتی پشتی هست، آوان درون کشتی حلاکت کشتی هست. کشتی که سری دریا میرود تکیه و متکاهش نمی هست، اگر سراخ شد و آب داخل کشتی جا گرفت دیگه حلاکت سرو میشه. تصمیم بگی که دنیا بارش پشت سرت باشد، نشد کمرت سراخ نداخل در آید، وگرنه باز خرابی شروع میشه. امیدوار است مطلب گرفته باشه. بعضی دوستان میگه یک تعمیرک جور کردیم یک پنج منزل، باز یکان تا مخلص چی میگم؟ الله نیکو مبارک کنه پنج منزلی تر، اما تلاش تو که داخلش ندارایی. میگه او ما خود خواجه نصر دیر خلیست مصرف کردیم داخلش نداریم. نه جی، زمان مراد اغا نو، تو با تلاش که چه هست تا زند داخل نشی کنن، و تو تلاش که تو دل تو نداراید، او خانه نگیره درونی دل خیره که تو به خانه گرفتی. اما الله رحم کنه، الله رحم کنه. امیدوار است مطلب گرفته باشیم. الذین یقولون آن یمیمیان ربنا، دیروز اشاره کردم پر طول نړۍ کې او تاریخ دونده دا پنځه ځل تاریخ نه تر اوسه د مشرانو ژوند او زندگی ته مطالعه کړه. یګونه چیزی ده که در هر مشکل صدا زدن وسیله گرفتن، صدای ته میشنوم کیر صدا زدن. ربنا ای رب ما اننا آمنا ما ایمان آوردیم فاغفر لنا ذنوبنا، ما را ببخش گناههای ما را، وقنا عذاب النار، ما را از عذاب
جهنم نجات بده، الله رب العزرم کنم لجما طرف تگورم. قی در اصلش تقیو بود، رد کردن رسوی اصلش توقیو بود. توقیو سلیه خیلی مزاره مخاطر معلوم بود، چون خواستن سلیه خیلی مزاره مخاطر معلوم بود. سلیه هم بیادو سلیم قهر مزاره از کرد باوزی ساکین من چونید کدر و ساکین محال بود. نظر کرد مسعی کردیم آین کردیم محصول مدام و نظر مسئله تراوش در آوردن. آخر رو وقت کردم در آوردن به خصفتی هر بیلت تا توقیش تا تاو دیگهش ای رو پیشد واو کشم یعنی کسطه این واو حضر کردن تا ای رو دیگهش ای پیشد و تا کسطه خواب از انده وصلی وصلی سلمان و تا خمده راستیم تا ای رو دیگهش پیشد. اگر میرسیم ما که سخت میخواندیم در تاریخ شست و الله معلم شست و حق باز میگفتن صرفیان را مرز میباید چون کلابان، نحویان را عقل میباید چون شاهان. اگر میخواهند که صرف را بیاموزند، کلاب هرچی که سر و سرا میکنن مانده نمیشن. صرف هرچی تکرار تشبیر بگیزه این کلسه بید هرچی تکرار و تکرار و تکرار یک جمعه که در بین میامد رو بر ما مشکل بود. اگر نه را میخوانی بس به شکل بادشاه هم تو امیخ بیندیش عزیز دلم خواه و قینا. اگر می و قینا را یاد بودی و کی و کی یاد بودی زمانه میشن بدون یا مرانه است. دیتا وای پشتو یه در دیگه فرمول یه فرمول بشت و قینا عدم النار ما را جهنم نگاه داری الله را برعزن دیگه صفتایشان چیست؟ ها سای رفتن دیگه از صابرین سآل می کنون من صابرون از صحابه جواب بتید من صادقون من القانتون من المنفقون من المستغفرون اين نحن من الصحابه ما کجای صحابه کجا ما اسمكم اهل السنه والجماعه ما نريد از بین دو باشد جمله دیگر تاریخ افتادویک به این سرزمین یک جنازه شد در انفوی جنازه شد حضرت جی شاگردها را قسمان تحمیلی بردن تحمیلی یعنی بزرگ بردن اینجا ما دو جنازه چی میکنیم بابا؟ فرضی که پایش انفوی در کجا ما در کجا باستن سرکا خامن خلاصه در این بوترهای میلیمست ما را بار کردن مثل اسیرا بارید برو که نمیدید رفت مولا صاحب اعلان میشن خلیفه صاحب فلانی هم آمد خلیفه صاحب فلانی امیرامات از اعلانات است یک جایی که گوشه شیشه دو تا علمای بزرگوار نشستن یکی به دیگیش گفت که گفت او قصدهای تا بیان نکو معنوی از وی دو باشد جمله دیگر اهل سنه و جماعه معنوی از وی دو باشد جمله دیگر لحظی هم باز نفر می گفت یک اسمه دیگر شاگرد و خلاص یک اسمه دیگر شاگرد از صابرین آنان یک که صبر کنند در کجا در برابر گناه نفس خود حبس کردن زندانیست و گناه موفق نیست در مشکل طاعت نفس خود تنگی کرده سر و صدا نکو میگه طاعت پیش ببر در وقت مصیبت سر و صدا نکو میگه در هر سه صورت نفس در زندان قرار دارد نه در مشقتی نه در مشقت طاعت سر و صدا میزند نه در رسیدن به گناه هیجان زده هست نه هم در مصیبت اما کجا و صادقین آنان هم که راست گویانند در ایمان و در عبادت در جهاد و در نظام در معامله در معاشره با تأثیر من در جوانی گفته بودم ها آنچه صحابه می گفتن راست بود صدای ترمشنم چی بود؟ راست آنچه ما نمی گوییم چیز؟ راست آنچه نمی گفتن دروغ بود آنچه ما می گوییم چیز؟ الله رب العالمین رحم کنه باور کنیم کلمات جوکان به زبان ما می آید تو مضمون و معنایش نمیاندیشیم که در میان چی گپ است اما شنیدید دیگر بیام در عصر اسلام و القانتین المطیعین لله من المطیعون کی فرمان الله را قبول میکرد صحابه امروز ما چیستیم صحابه را میگفت که ولئن اتبعت اهواءهم ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون ولا تطیع المنافقین والکافرین آیات نمیگم تو رفته رفتم نه از کافر نه از یهود نه از نصارا اطاعت نمی کنید ما مسلمانان ساختار سیاسی ما و مشوره ایشان
و نصاب تعلیمی ما به مشوره ایشان، باب اقتصاد ما به مشوره ایشان، نشرات فرهنگی ما به مشوره ایشان، از ما خود دیگر چیزی باقی نمانده. این نحن من الصحابه والمنفقین، کسایی ان که برای الله مصرف میکنند، صحابه حافظان قرآن و محدثان امت بودند. بزرگترین تمدن یک عالم، یک قاری در عصر امروز همیست. پیداگری از آدرس مشروع در راه الله مصرف کند، اما با تعصب چشم به جیب دیگران دوخته ایم. و المستغفرین من اصحاب، آنانی که در استغفار میکنند از آدرس فردا. تخصیص اصحاب چرا؟ سید محمود اولوسی رحمت الله علیه در این تخصیص حرفی دارد، می فرماید: لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة، إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والروع أجمع. میگه زیرا که ثواب محل قبولیت دعاست. عبادت در وقت نماز صبح مشکل است، از بستر خام و خواب شیرین بلند شوی، اون هم شب جوزا. و نفس در اینجا خیلی صاف و پاک است و قلب خیلی جامع و مطمئن است. فلهذا از آدرس فردا نماز صبح وقت قبولیت دعا. نماز صبح جماعت صبح فلسفه ساده ندارد عزیزان من. پس صحابه کرام شب زنده دار بودند. شیخ الاسلام ابن تیمیه می فرماید: کانو یحیون اللیل، یحیون اللیل، شب را به نماز زنده داری می کردند. ثم یقعدون فی السحر، بعد از تهجد می نشستند. یستغفرون، بعد از آن از الله استغفار می کردند. و یختمون قیام اللیل بالاستغفار، ختم شب به استغفار، با سنت و فرض نماز صبح. الله رب العزت فرهنگ در سرزمین شاگردان ما زنده بگردان، در سرزمین مرد و زن امت زنده بگرداند. شهید الله. عزیز دلم، حقیقت و مجاز در قرآن است، حقیقت و مجاز در قرآن است. و هو فی القرآن کثیر، مجاز در قرآن زیاد است. شهید را که از شهادت بگیریم، شهادت مجلس قضا می طلبد. اینجا به معنای چیست عزیز من؟ به معنای مجازیش است که بیان الله، اقام الله الادله، گواهی داده است الله رب العزت. چی را؟ انه لا اله الا هو، هیچ معبودی نیست مگر الله رب العزت، هیچ معبودی نیست مگر الله رب العالمین است و بس. و الملائکه، ملائکه گواهی دادن که غیر از الله معبود نیست. و اولو العلم، صاحبان علم، در حالی که قائما بالقسم، مقیما للعدل فی کل امر، الله در کل نظامش عدالت است. قسط معنا نکردم بلد لزما طرف سربوره. آخرین نقطه، اوج نقطه عدالت، از او به بعد دیگه عدالت متصور نمی شود. امور چی بگه؟ قسط. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، دیگه نقطه از این وراه ندارد. لا اله الا هو العزيز الحكيم، نیست معبود مگر یک معبودی برحق، مگر یک الله برحق. الحق عزیزی که غالب است، الحکیمی که با حکمت است. در بخاری اگر حیات باقی باشد، در فضل علم متعلق به این آیه شاید 30-40 مورد باشد در فضیلت علم، اما اینجا به شکل خلاصه داشته های حافظ ابن قیم جوزیه را رحمت الله علیه که در کتابش مفتاح السعاده است، الله اعلم که خطا نشوم، فضائل از این آیه چندین دلیل می کشد که به فضل علم دلالت می کند. نخست: ان الله قرن شهادت العلماء بشهادته. یک فضیلت امیست، شهادت عالم در ردیف شهادت الله قرار دارد. ملت ها از اندیوار و شوشناس ها این جوری بسیار جالب است. کسی را دوست انتخاب میکنه، اندیوار و شسی از اندیوار و شوشناس که کی است؟ یک آدم را میبینید بیشتر به علما سر و کار دارد، به حلقه های نفس سر و کار دارد، به خدمت مدارس سر و کار دارد، این نمایندگی میکنه. یک آدم را میبینیم که مسئول سینماست، دیگر آدم خانه از او رفت و آمد دارد.
یک آدم میبینیم قاچاقبر دریای کفرخواست الی آخری. پس از این خاطر شهادت اولوالعلم در ردیف شهادت الله قرار گرفتن بزرگترین دلیل برای فضل علم است. دوم قرین شدن شهادت عالم در جوار شهادت ملائکه، ملائکه معصومی که یک سر سوزن هیچگاه اونا چی نمی کنن؟ تخطی نمی کنن شهادت عالم در جوار از او قرار گرفتن. وکفا بذلک فضلا ام قرین بودنش به شهادت الله و شهادت ملائک بر ما کفایت میکنه عزیز دلم. لش ما طرف تگور خبر در تاسمش نظام دارم از ما نرنجن، از ما با خوبان کاری نیست. قدرت و علاقه و قدرت چفتن خلصو مجنع خفکی جایمه در یک مدر فروشی بیریم از کماندان ساید تا والی ساید تا وزید ساید هر کسی که کتی ما میره بیا بیریم. شرط اول همیست که ساله میریم در تکسی میریم در چی؟ مدر فروشی دو ما میگیم تمامی دو یا دو میریم از کرنگی دو ما هم شاگردهای منه میگیم. سوم یک موتر تو کماندان بخر پیسه نداری و تاسه با زامین میشم من میخرم تو زامین شد تو ده هزار دلار بخر با زامین میشم تا فردارم ما یک هزار دلار یک ریکشه میخرم تو در زامین شد با میبینیم که دی چه زمانت منل که بیشی بگو زمانت کی قبول میشن سمایی تو بکر زمانت عالی قبول میشن. سبحان الله وزیر کس به زمانه نگره میگه اون وزیر از دیگر لحظی میگه من کماندان سرکر میگه هیچ کس قبول نمی کنه در حالی که در سیاست رسول گرامی علیه السلام سیستم تقسیم قدرت و کسانی داده میشد که محل اعتماد ملت ها باشد. خودش قبل از رسالت امین است، بعد از رسالت امین است، جبریل امین است، خالق ما امین است، کل کار سر و کار با که امانت است. لذا ولی ایره میادت باشه که گفت امان قبول نمیشه از ما با خوبان کاری نیست. الله از کبر و غرور ما را نجات دهد. به یعنی پروردگار ما خود زامین شدیم قبول شدن در بسیار چیزا حتی در تشکیلات خانواده. پس به این خاطر خدمت عرض میکنم که شهادت عالم در جوار شهادت الله، در جوار شهادت ملک و کفا بذلک فضلا به اینمی اعتماد بر ما کافیست که همین اعتماد هست. الله رب العالمین رحم بفرماید ما نتانستیم که اصل حب علم در دل مخاطب داخل کنیم. یک کمک کوتاهی از ما هست وگرنه علمای عزیز ما تاج سر و نور چشم ما هستند. چند دلیل شد؟ بله سوم دلیل جعلهم شهداء. سبحان الله جعلهم شهداء و حجة على الناس. امی که الله فقط به حیث شاهد دلیل بر علی مردم انتخاب کرده کی را؟ علما را. به این معناست رسول گرامی خلیفه عالم است، عالم است. چهار خلیفه خلفای ملتن عالمن. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه است، عالم است. تمدن تا یاد بگی شاگرد عزیزم اگر به تمدن برایت تاریخ بروی نظام سیاسی فقط و فقط در قیادت کسایی میبوده باشد که مفکران قرآن و سنت باشند. این تمدن از دست رفته را یک بار دیگر به دست باید آورد. پس به این خاطر خدمت عرض میکنم که تا نظام به اختیار این بزرگ مردان نباشد حکم الله در سرزمین الله تطبیق نمیشود. اینجا الله نگفت که قدرتداران هم گواهی میدهند که الله یکیست و سرزمداران هم گواهی میدهند، پیسداران هم گواهی میدهند، سفید رنگ هم نه و اولوالعلم.
کسی گواهی میدهد که لا یکیست که علم دارد، او را الله اعتماد کرده. چند تار شد؟ چهار. و الزم الناس العمل بالامر المشهور فيه سبحان الله، به شهادت عالم مردم میگه لازم قبولش کنین، حول عالم قبول کو که الله یکی یگانه رسول و حق است. این هم فضیلت است عزیز دلم، این هم فضل الله یوتیه من یشاء. دیگر دلیل عزیزم، ان اشهاده اهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم وانهم امناء ولا ما استرعاهم عليه. اشهاد الله، ان اشهاده تعالى، ان الله عالم گواه میگیرد، چی معناست؟ اهل العلم يتضمن ذلك، متضمن است تزكيتهم، تزکیه عالم را، و تعدیلهم عدالت عالم را، و اینهم امناء، اینا امینان تاریخ، امین علام استرعاهم علی، و اونچی که ایشان رعیت دار شون امینن. لش ما طرف را گونه خبر در تحسانش فقه قرآن و حدیث تو بخانی، اگر قاضی انتخاب کنم و میدانی که چی کار کنم. زمانی که یک مشکل در قضا آمد، فرمول است البین طلیل مدعی، از مدعی طالب بین نمیشه. اگر شاهد داشت شاهدها را میارد، شاهدها که اقامه کردن شهادتا یک استعلام محبی نمیشته میکنی، شهرت شاهدین را با محلشان دوام میکنی، در ارتباط از اینا سه گزینه را تکمار بودو، اینا عادلین یک، فاسقین دو، مستورین سه، تا معلوم نمیشه که عادل یا فاسق. وقتی گیر روان کرد محله، اما خانه عادلین تکمار کرد، یا خانه مستورین تکمار کرد، یا خانه فاسقین، پس به تو آمد. اگر فاسقین بود، مدعی پردا می آید در مجلس قضایی. حضرت مدعی صاحب، ما استعلام تزکیه خود دادیم، شاهدین شما فاسق لاوبالی هست، ما به این اعتماد کرده نمیدانیم، اصول قضایی اجازه نمیدهد. اگر اینکه عدالت و تزکیهش تکمار کرده بود، قرار قضایی صادر میشه، اعلام میشه که نفی به نفی مدعی فیصله شد. وقتی که الله رب العزت عالم میگه که و اولو العلم، الله این مراحل خودش دانستند، خودش دل عالم علم دارد، تزکیه کرده، خانه عادلین بودن و عادل بودن عالم را خود الله مهر صحت داده است. اینا قابل تزکیه هست، قابل قبول است. معنایش همیست. صدای تا میشنوم که مطلب را گرفتین یا نگرفتین. این دلیل بر چیست؟ دلیل بر فضیلت علم است. علم و تقریبا چند تا شد؟ حریم شدن به شهادت الله یک، حریم شدن به شهادت ملائک دو، حجتن علی الناس سه، الزام مردم به عمل مشروط بهی چهار، الزامشان به عمل مشروط بهی چند شد؟ چهار. و پنجم است اشهادش به این که تزکیه است، پنج. ششم یک جمله است و اولو العلمی، الله نگفت که فلان فلان، اولو العلمی صاحب علم، اولو العلم صاحب علم است. کسی را که الله صاحب علم بگوید، دیگه از این بابا فضیلت چی میخوایی؟ یک نفر که با یک عالم جنجال میکنه، تو هیچ عالم نبودی، تو هیچ عالم نبودی. الله را بولی دارم، مردم ما مجید مردم است. یک جایی که داشتم اتصال به یک کسی تو رو، یک سال من آمده، یک گفت انداخته که دیوال بین رو شدی شد. خب من که خود برادر میگه بارم نمیتونم شما میدنی را هم چی میگه؟ وی ما صحبت های تا گوش میکنم، آل صحبت های گوش میکنی، اصلا باریش سری باری عجیب مخلوق است. بخواه ما صحبت های تا گوش میکنم، آل صحبت گوش میکنی، دخل گوش میکنی، چند رو بلا دیدن های خاطر گوش کردن که اصلا باری کدر بیسا. الله رب العالمین رحم کنه، هر کسی که صحبت ما را گوش کنه، از ما جایدات طلب کنه، خب ما که ما کوچه بار کنم دیگه. الله رب العالمین رحم کنه. این فرهنگ است. یک دنار یک بچه میکنه چی میگه؟ هیبت بدلت لعنت، سبحان الله سبحان الله، نعوذ بالله نعوذ بالله.
بچه نوح علیه السلام قابل شدمان و نشنام کنم فرهنگ این سرزمین بسیار از بین رفت. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى یک آیت در پنج سوره قرآن است که گناه شخصی میباشند. فدر شیخ الحدیث یا مولانا یا محدث یا دعوتگر کدوم چی کار داریم؟ این فرهنگا را گم کنید و اولو العلمی همی که عالم گفت امی خودش چیست؟ بگو این الدین عند الله الاسلام بدون شک بدون شک سبحان الله بدون شک دین منتخب در نزد الله دین اسلام عزیز است. جناب سعدی یک جمله دیگر هم گفته از این فهمیدمش بهترین علم بهترین عالم همان علم است که توحید باشد. بهترین عالم همان است که موصول به توحید باشد. چرا؟ الله به توحید گواهی داده است، لا اله الا هو. ملک به توحید گواهی داده است. اولو علم هیست عالم در علم چختم نشی کرده مگر حلقی دیشی مگر حالقی دیشی که توحید دیاغی به شرائینو که زن ورن نباسی تر توبه دیرکی توحید در روح و روان یک عالم داخل نشود او اولو علم نمیشود. دلیل اولو علم گفتن تو هم اینمیست که توحید در کسی قائل باش. انما یخشى الله من عباده العلماء اي العلماء بالاسماء والصفات. کسی که با اسم و صفت الله داناست اسم و صفت از درون دل رهبری میکنه. در دلی که توحید جا نگرفت او سر کسی جنب نمیگیره غیر از تقریر دشنامالو دیگه هیچ چیز هم در دنیا او نداره، هیچ مانگار از او چیزی باقی نمیمونه. یگان رحمه یک جمله دارو خواهد جمله ممیست میگم که باید از علما ملفوظشان نوشته شود، سوانه زندگیشان نوشته شود، چی را خواندن، چی خدمت کردن، با این شخصیت هایی که از آدرس فتنه های میبری ملت ها را به دشنام و اهانت شروع میکنن از یا چی نوشته کنیم؟ ماشاءالله یک رقم دشنام زد که کس جان خودش رو دادن از آن چی نوشته کنیم؟ پس از این خاطر تصمیم و طبیعی که از هر حرکت تو نشستی که تو در حلقه های میداری شاگرد یک چیزی مثبت با خود برده باش. اشرف علم بلند بگو کیست؟ توحید است. بالاترین عالم و پیشگاه الله علم و عالم است. اخلاق دو چند هزار صحابه موحدین هم چهار مجتهد از این جمله، امامان حدیث از این جمله، ملت های سنت مدافعان سنت و بدعت ستیزان تاریخ از این جمله هستند. باز به این معلوم نیست که نعوذ بالله مفهوم مخالف بگیرید. این دین عند الله الاسلام بدون شک دین منتخب در نزد الله اسلام است. عزیزان من دین منتخب دین اسلام است. دین انبیاء کلش اسلام است. اسلمت لله رب العالمین. مگر یادتان باشد بعد از آمدن رسول گرامی صلی الله علیه وسلم تا قیامت دین اسلام عبارت است کیست؟ دین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. و من یبتغی غیر الاسلام دینا غیر از اسلامی که رسول گرامی به ما معرفی کرده و مختلف الذین اوتوا الکتاب اختلاف نکرد آنانی که یهود نصارا بودند کتاب برشان داده شده بود الا من بعد ما جاءهم العلم مگر بعد از این که برشان علم وحی آمده بود. بعد از آمدن قرآن و تورات و انجیل دیگه به اختلاف چرا جای مانده؟ بغیم بینهم حسدن صادرن من صدورهم عدوانن صادرن من صدورهم. تجاوز در فطرتشان عجین است، تجاوز در فطرتشان عجین است. عزیز دلم حسادت در فطرتشان عجین است. کسی که حسادت میکند در ایمان و توحیدش نقیصه است. چرا تو عز من تشا و تو ذل من تشا؟ عزت به جانب مقابل الله داده است، ذلت به طور الله داده است. وقتی که با او در حسادتی با حکم و صنعت خدا در حسادتی از این خاطر متوجه باش شاگرد عزیزم. اما یک طبی آیات الله کسی کافر میشه بایات الله این فهین الله سریع و محیصاب الله مولی ذات ساخت تیز حساب کننده است. در اینجا یک سلسله مطالب است لوی ما طرف زنبود. وقتی که ما یک بحث پیگیری میکنیم به یک عالم از آدرس بزرگتر از اون نظریش رد میکنیم.
با تو به باورمند شو که دیگه من از این عالم سخن نقل نمیکنم. دین تو نگو، اوی بس فرهنگی نیست. هر نظر خود ماسقا در ما کدر بخانه رو مقوله را ما کدر نخانی با خود ماسقا در ما کدر رواه و مراه الارواح صاف بیدی صاف بیدی تیره شروعی با ما. حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه رحمتا واسعتا در مجموع الفتاوا می فرماید یک سلسله مطالب را. نخست یاد باش سبب الاجتماع والالفة، سبب الاجتماع والالفة جمع الدين والعمل به، جمع الدين والعمل به. مگر شما یک چیزی گم شده را معرفی می‌کنم. در سطح دنیا، در سطح دنیا دو چیز از پیش مردم رفته که دنبالش سرگردانم. صدای تا میشنم چند چیز؟ اتحاد الفت. صدای تا بکش چیز؟ اتحاد الفت. چرا ملتای مسلمان با هم متحد نیستند؟ چرا مهر و محبت از دلها برآمده است؟ ما به کدام هزینه میتونیم که دنیا را برگردانیم؟ جناب حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه گفت جمع دین و عمل است، فهم علم و عمل و دین است. یعنی اول دین یاد بگی بعد به دین عمل بکو. علم تنها نمی شود، عمل تنها نمی شود، بی دین و بی علم دین هیچ نمی شود. عزیز دلم بی دین بی علم دین هیچ نمی شود. یکانه گزینه یوازنی لار یوازنی زینه چی پهر زینه بانده پا آرامه سره دست یو غرده او خیجی چی التا هم اتحاد درتا هم الفت درتا بدون بی هزینه میلوشی اگر در علم پوه و سمج او باقی بانده عمل کول دیکنه. فقط با علم برداشت با دین، با دین برداشت تا بیگی و از دین عمل کو. دیگه اگر در طول تاریخ کسی اتحاد و الفت آور جایزه دارد، این برنامه قرآن کریم است، این برنامه است. بغیان بینهم قرآن میگه و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. علم تورات در اختیارشان، در علم تورات فرقان است، در علم تورات اتحاد است، در علم تورات الفت است. با وجود علم تورات چرا با هم اختلاف دارند؟ بغیان بینهم عمل نیست، عمل با وجود از اون عمل نیست. پس از این خاطر این بحث گم شده از این آدرس و هو عبادت الله وحده لا شريك له كما امر به باطنا وظاهرا. ظاهر وباطن تبع قيادتي الله ودين الله تسليمك. ظاهر وباطن كي تسليم كردي ده باطن بغض جان داره، حسادت جان داره، كفر وشرك جان داره، حب تفرقه جان داره، توحيد و تحقير جان داره، حب قدرت و جان مال جان داره. چرا باطن ده اصلاح کرده ای؟ این چیزی است که به میلیاردها میلیاردها دلار دنیا ای به دست نمی آید. عزیزی من اینکه تو چی فکر میکنی کار خودت است. دوم ما سبب الفرقه، سبب فرقه چیست؟ ترک حد مما امر العبد به والبغی بینهم، ترک حد مما امر العبد به والبغی بینهم. ترک حد، ترک حصه مما امر العبد به، از آنچه که بنده به او مأموریت از جانب الله دارد. والبغی بینهم، حسادت عدوان در میانشان، این سبب تفرقه می شود. سومین سال عزیز دلم نتیجه الجماع چیست؟ نتیجه الاتحاد والالفه، ملت که متحد شد با هم صحابه گونه مهربان شد چی دستاورد است؟ رحمت الله ورضوانه وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. سبحان الله، رحمة الله. وقت اتحاد الفت آمد دروازه های رحمت امن و امان بارندگی و کاریابی برای دو باز می شود و در عین حال رضامندی الله می آید، سعادت جاویدانی دنیا و آخرت می آید. در دنیا آخرت
باز چی میگونی؟ و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله، رو سفید حشر میشوی. چهارم، نتیجه افتراق و تفریقه چیست؟ نتیجه افتراق تفریقه عذاب الله، هر کی به تفریقه رفت در عذاب الله درگیر میشود. امروز از عذاب بالاتر در میان کشورای اسلامی چیست؟ هیچ چیز برشان باقی نمانده. لعنت الله سواد الوجوه، و اما الذین اسودت وجوههم، روسیاهان عشق میشوند. سرانجام براعت رسول از ایشان، من میگه از من نیستین شما، اینک نتائج و دستاورد. وقتی که این بحث ابن تیمیه را گرفتیم، یقول العبد ضعیف محمد عبدالقاهر عبدالله عنه، من میگویم در افغانستان در دو دهه بیشتر در سوال میکنم که دستاورد چیست؟ دستاورد در دو دهه بیشتر عذاب متنوعی پروردگار، لعنت شدن ملت ها، سیاروی و بدبخت شدن ملت ها، نخستین کشور فاسد در فساد اداری در سطح تاریخ و در عین حال بدامنترین کشور در سطح تاریخ، نخستین خبر داغ رسانه، کشته شدن افغان، بیپا شدن افغان، سوختن افغان، ترور افغان، کودک ربایی در افغانستان، به ایمان بگو هست نیست. سبب چیست؟ ترک و حد بما امر العبد به، آنچه که معمولیت در قبال الله داشتن عمل نکردن، و البغی بینهم، حسادت عدوان در میانشان. پس این سیاست قرآن بود.